روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. استفاده منظم سیب سخت شوی رگ ها را که سبب سکته قلب می شوند برطرف می سازند. بیماری سنگی تلخدان. تحقیقات ها در حیوانات لابراتوری دانشگاه تولوزه نشان دادند که سیب خاصیت تلخرانی دارد و جگر را سبک می کند. چنین روند نشان دهنده لیتاگنی تلخه را که تمایل پیدا شوی سنگ های تلخدان را به وجود می آورد کاهش می دهد. از این رو توصیه دادن استفاده سیب به شخصانی که دچار بیماری سنگ تلخدان هستند، مخصوصاً زنهای از سن 40 تا 50 سال یا اشخاصی که با اصول جراحی تبابت شده اند بسیار موافق است. سیب تلخه را نازک کرده پیدایش سنگ ها را برطرف می کند. اما باید ذکر کنیم که سیب به آن سنگ های تلخدان که پیشاپیش پیدا شده اند هیچ تأثیری نمی کنند. دیابت یا شکر. اشخاصی که دچار بیماری شکر هستند با دو سبب اجازت استفاده سیب را دارند. فروکتوز که قسم اساسی قند ترکیبی سیب را تشکیل داده است، برای رسیدن به حجره ها انسولین را طلب می کند. پکتین رهاشوی قند را تنظیم کرده امکان می دهد که آن به خون آهسته و به تدریج وارد می شود. سرطان روده بزرگ.
تحقیقات ها در ژاپن انجام شده ثابت کرده اند که پکتین ترکیب سیب می تواند انکشاف آماس های سرطانی را در روده بزرگ باز دارد. تأثیرات طب استحفاظی یعنی پیشگیری اساس بر آن می شود که استفاده سیب برای اشخاصی که خطر جدی سرطان روده بزرگ تهدیدشان می کند، این چنین برای آنهایی که دچار این نوع سرطان شده اند و به خاطر رفع ظهورات نامطلوب آن در حالت تبابت قرار دارند و مقدار فراوان توصیه داده می شوند. آماده کنی و استعمال در شکل تازه پوست کردن سیب توصیه داده می شود. برخلاف عادت معمولی بعضی اشخاص، استعمال پوست سیب توصیه داده نمی شود، زیرا مقدار پکتین و ویتامین ها در ترکیب آن بسیار کم است. بغیر از این، در پوست سیب شاید مواد کشنده حشرات وجود داشته باشد که خیلی به دشواری هضم می شوند. 2. پیوری از سیب رنده برای آماده کردن جوس سیب بهترین اسباب است، زیرا آن از اشیای اینترنتی ساخته شده است. فلزات زنگ نزننده این زمان معاصر هم برای این کار بسیار موافقند. جوسی سیب برای اطفال، کهنسالان و اشخاصی که بعد از بیماری ضعیف شده اند توصیه داده می شود. 3. در شکل پخته این نوع سیب بسیار بالذات و خوب هضم شونده است. 4. نوشابه سیب هایی که هنگام آماده کردن نوشابه و یا جوس استفاده شده اند، یک جا با نوشابه باید استفاده کرده شوند. آنها بسیار خوب مخلوط می شوند و برای اطفال بسیار سازگار می باشند. 5. افشوره افشوره طبیعی گرفته شده نسبت به آنی که با راه های صناعتی کار کرد شده است خیلی بهتر است. توصیه ها برای تبابت با استفاده از سیب، هنگام تبابتی با سیب باید هر روز 2 کیلوگرم سیب منظم در دوام 3 تا 5 روز استعمال کرده شود. استعمال آب اجازت است. سیب را در شکل تازه میده کرده، دمپخت یا جوشانده شده هم استعمال کردن ممکن است. اما به آن علاوه کردن شیرین کننده های صنعتی ممکن نیست. چنین تبابت را یک چند مرتبه در دوام سال تکرار کردن ممکن است. دایریا وابسته به کالیت معده و روده نقهای غذایی ترکیبی سیب، پکتین، بهترین مواد تقویت کننده جذب خوراک است. آن همچنین در یک جایی با اسیدهای عضوی که آنها نیز در ترکیب سیب موجودند، عالم باکتریا و فیزیولوژی را برقرار می کند. بیماری های جگر سیب با سبب های خاصیت تلخرانی و تازه کنی داشتنش آهن جگر را سبک تر می کند. سیب را مخصوصاً در وقت گرفتاری شخص به هیپاتایت یعنی مرض کبد و ایرانشوی چرب های جگر به سبب استعمال زیادی نوشاکی های مست کننده و سیراز توصیه می دهند. فشار خون سیب برای خارج کردن یون های سودیم که باعث تنگ شوی رگ ها، زیاد شوی حجم خون و بازداری مایه ها در بافته ها می شوند مساعدت می کند. آن همچنین یون های سودیم را با کلسیم عوض می کند که فشار خون را تنظیم و کاری دل را بهتر می گرداند. اگزمای کهنه بیماری تاولداری پوست مثل زرد زخم با سبب زهرآلود شوی ارگانیسم سیب ماده های نالازمی روده ها را پاک کرده به این واسطه به تازه شوی خون و پوست مساعدت می کند. همچنین سیب برای راه کردن قصور و پاک کنی جیگر که وزنینی به آن سبب بیماری های گوناگون پوست می شود مساعدت می کند. زیادتی اسید کاربماید تبابت به واسطه سیب خارج شوی اسیدی کاربماید توسط پیشاب آسان تر می کند. مقدار زیادی کلسترول و سخت شوی رگ ها سیب مقدار کلسترول را در خون کاهش داده سخت شوی رگ ها را برطرف می کند. سرطان روده بزرگ سیب به سرطان دچار شدن روده بزرگ را پیشگیری می کند. ثروت واقعی سلامتی است. نقطه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید.
بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر، نامه ششم، احترام به استادان. پسرم، شنیدیم که تو کسب دلخواهت را انتخاب کردی. براستی از شنیدن این خبر من و مادرت خیلی خرسند شدیم. مادرت حتی از شادی اشک می ریخت. لیکن خرسندی من بی اندازه بود. تو خودت می دانی برای چی؟ تو تنها کسبت رو انتخاب نمودی. من باشم علاقه با تو می فخرم. تو گشته و برگشته نامه آخرین من رو خوندی. از این خوشم آمد. بله، من شاید از حد زیاد دقت نمایم و مشوش گردم. این خصلت من است. چاره ندارم. می خواهم که کلاهای بلند را در زندگی فتح نمایی و تو البته این را عملی می سازی. ما به تو اعتماد داریم. حقوق شناس بودن این خوب است. تو عملی خوبی را اجرا می نمایی. حقوق آدمان و دولت را حمایت می کنی. این خود شاهد آن است که در تو یک روحیه عدالت پیشگی وجود دارد. تو همیشه از ضعیفان و مسکینان دفاع می کردی. من این خصلت نیکی تو را خوب می دانم. من ناراضگی تو را از حکم بی عدالتانه ظالمان نسبت چوپان نگدیلی که جان خود را برای دهه فدا کرده بود واضح و روشن دریافت دارم. دریافت داری؟ این یکی از قصه های دوست داشته تو بود. تو هرگز از شنیدن آن مانده نمی شدی. چون این به نظر می رسد قصه کودک مبارزی راه حق و عدالت تو را در انتخاب کسب کمک کرده است. من به اندازه از انتخاب کردت خوشحالم. چقدر مادرت با تو افتخار دارد. من اکنون تمام دهه می دانند که تو به کدام دانشگاه داخل شدی و کدام کسب را پیشه کرده ای. می دانم این به تو پسند نمی آید. براستی پسند من هم نیست. لیکن چی علاج؟ زنان چونینند. مادرت چونین است. و مثل دیگر مادران می خواهد بردباری و خوشبختی فرزندش را ببیند. اکنون که کسبت را انتخاب نمودی، می خواهم به تو یک مصلحت مهم دهم. در اصل رویخط مصلحت های من کلان است. لیکن تو نترس. من آنها را پیوسته زینه به زینه در هر یک نامه هم آشکار می کنم. آنها برای خواندن آسان و چون سمبوسه گرم درو استفاده می شوند. آه چه لذت داشت سمبوسه های مادرت امروز. لیکن حالا نه در باره این حرف می رود. پسرم، استادانت را دوست دار و حرمت نما. شاگردان امروزه معلمان خیش را کم حرمت می کنند. قدر استاد تا اندازه پست رفته است. پیشتر ما در برابر والدین قدر استاد را پاس می داشتیم. متاسفانه در این زمان نو جوانان نسبت ایشان ناسپاسی می کنند. آنها مثل ما نیز انسانند. بشک ایشان نیز دارای آیله و فرزندند. احترام آنان را بجا آر، چنانه که
قدر ما رو پاس می داری. استادان و معلمان نفران از جانب خداوند می باشند. استادان همیشه در همه جا و در هر دور و زمان مهمند. چنانه که گفتند، آموزگاری این صنعت گم شده نیست، بلکه احترام نسبت آموزگار این عنعنه از دست رفته می باشد. متاسفانه در کشور ما کیها آموزگار را به حیث فرضی با نفوذ و آبرومند جامعه قبول نمی کنند. تو را می باید مناسبت خیش را نسبت آموزگاران عوض نمایی. آنها در دانش از تو برتری دارند. آنها می خواهند دانش و تجربه های خیش را به تو آموزند. چنانه که قدر پدر و مادر و خداوند را پاس می داری، ایشان را نیز احترام نما. نوابسته از هر حالت آنها را دوست دار و حرمت کن. و این چنین، از احترام استادان تو تنها برد میکنی. این یکی از سهم تو در دوران تحصیل می باشد. با من گوی، کسی از مناسبت های خوب ضرر دیده است؟ برعکس، این نیکوست. این را همچون موفقیت تو در تحصیل می توان شمارید. من معلمه زبان روسی را در یاد دارم. آن زمان ما نورس بودیم. بدهه امون از مرکز معلمه زبان روسی را فرستاندن. تا آن زمان فن زبان روسی در مکتب دیها وجود نداشت. در حقیقت برای ما آموختن زبان روسی که آن زمان به ما نالازم و وامی نمود جدا هم مشکل بود. معلمه بسیار سختگیر بود. تمام نورسان او را دوست نمی داشتند. او زنی بود از ملت غیر. سر و لباسش نیز از لباس پوشی زنان دیها فرقیت داشت. لب رنگ میکرد و عینک در چشمانش میکرد. عباره دوست داشتهش چنین بود: زبان روسی را آموزید ورنه در حیات در میمانید. آن زمان من معنی این سخنان را درک نمیکردم. ما تنها بعدن فهمیدیم که چی قدر دانستن زبان اهمیت دارد. برای همین اکثر طلبگان او را دوست نمیداشتند. برای چی زبان رو آموزیم؟ با ما چی در کار؟ من او را سخت احترام نمودم. در شخصیت او من یک فردی با آبرو، صاحب معرفت و دانشمند رو می دیدم. و در اصل چنین هم بود. در سختگیری وی خواهشی با ما کودکان دهاتی کمک رسانیدن نهفته بود. تا این که ما زبان روسی را یاد گیریم. من به گفته های او گوش می انداختم و همچون والدین او را می شماریدم، چون که پدر و مادر خیش را نداشتم و در نوبت خود او به من دانش هدیه می نمود. استادان خود را عزت نمو پسرم و این را صمیمانه از تحت دل اجرا کن. این عمل حتما به تو برکت می آورد. دوستت می دارم، پدرت. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. وحی امید بخش. موضوع صحبتمان: جواب وحی به تنزلیابی عرف و عادتها در جمعیت می باشد. ما موافق فیض که بر وقت به میان آمد نجات یافته ایم. اگر همه این موافق فیض باشد، آنگاه وظیفه شرعیت خدا از چی عبارت است؟ رومیان باب 3 آیه 20: زیرا گناه به واسطه شرعیت دانسته می شود. اگر شما شرعیت را برهم زنید، در آن صورت گناه نیست. اگر شریعت نباشد، آنگاه گناه نیز نیست. زیرا گناه به واسطه شریعت دانسته می شود. خداوند گناه را به واسطه شریعت خود آشکار می نماید. رومیان باب 7 آیه 7: لیکن من گناه را محض به واسطه شریعت دانستم. زیرا اگر شریعت نمی گفت که طمع نکن، من نمی دانستم که طمع چیست. اگر ما شریعت خدا را ویران کنیم، این گناه است. از این معلوم می شود که وظیفه شریعت از چی بودن گناه را معین کردن است. شریعت می گوید این خوب است، لیکن این بد. شریعت استانداردهای معنوی داوری خدا را معین می کند. شریعت بنیادهای تمام جمعیت را معین می کند. داوری در کتاب وحی انسانها را دعوت می نماید که رو به شریعت آورند. شریعت ایماندارانی را که موافق فیض نجات یافته اند دعوت می نماید که حیات فرمان روایی و تقدیس پرهیزگاری را پیشه کنند. داوری در کتاب وحی عملهای گناهکارانه ما را پاک نمی کنند. وحی ما را به مسئولیتی معنوی دعوت می کند. وظیفه فیض از چی عبارت است؟ افسوسیان باب 2 آیه 8 و 9: زیرا که شما با فیض به واسطه ایمان نجات یافته اید و این نه از شماست بلکه عطای خداست و از عمل نیست تا که هیچ کس فخر نکند. فیض این عطای خدا، آمرزش خدا، قدرت و محبت خداست که به هر یک گناهکار دسترس می باشد. آیا فیض خدا شریعت او را برهم می زند؟ اگر من موافق فیض نجات یافته باشم، مگر این به من اجازت می دهد که شریعت خدا را باطل نمایم؟ رومیان باب 3 آیه 31: پس آیا ما شریعت را به واسطه ایمان باطل می کنیم؟ به هیچ وجه، بلکه شریعت را استوار می گردانیم. به تعبیر دیگر پولس می گوید: گمان نمی کنید که به طفل ایمان به فیض شما به شریعت ضرورت نداشته باشد؟ این بنیادی است در آن ما استاده ایم. از آن که نجات ما از روی فیض به عمل آمده است. ما را واجب است که ما فرمان بردار شریعت باشیم. متا باب 5 آیه 17: گمان نکنید که برای ویران کردن شریعت یا مصحف انبیا آمدم. نه آمدم که ویران کنم، بلکه به جا آورم. مسیح نه از برای آن آمد که گوید شریعت دیگر ضرور نیست،
بلکه برای آن آمد که از روی شریعت زندگی کند. مسیح کاملا فرمانبردار شریعت بود. او شریعت را در حیات خود به جا آورد. رومیان باب 6 آیه 14. گناه دیگر نباید بر شما حکمرانی کند، زیرا شما تابع شریعت نی، بلکه تابع فیض هستید. کدام وقت گناه بر شما حکمران می شود؟ در آن وقتی که شما نه از راه خدا بلکه بر راه خود می روید، وقتی که شما شریعت را ویران می کنید، گناه شما را به خود جلب می کند. زیرا که کتاب مقدس ابراز می دارد که گناه این شکستن یا ویران کردن شریعت است. برای همین حواری پولوس می نویسد، گناه نباید بر شما حکمرانی کند، زیرا شما تابع شریعت نی، بلکه تابع فیض هستید. تابع شریعت بودن چی معنا دارد؟ این معنای همچون واسطه نجات زیری تابع شریعت بودن را دارد. این یعنی زیر محکومیت شریعت ماندن است، زیرا که من شریعت را ویران کردم. این اشارت به آن می کند که من به شریعت همچون واسطه نجات امید بستم و آن را رعایت نمی کنم. بنابراین من محکوم شدم. گناه چیست؟ ویران کردن شریعت خدا. من با شریعت که آن را ویران کردم محکوم شدم. بنابراین من تابع شریعت هستم. تابع فیض بودن چی معنا دارد؟ برای آن که تابع فیض باشیم، ضرور است که به صلیب آمده و بنیاد آن سر فرود آوریم. زیر تابع فیض بودن نشان می دهد که من از جزا آزاد کردن مسیح را، بخشایش مسیح را به دست می آورم و از قدرت او لبریز می گردم. مسیح شریعت خدا را در دل من و در خرد من بنوشت. من آرزو دارم که فرمان برداری او باشم. کتاب مقدس در این موضوع نهایت واضح بیان می کند. وقتی که ما نزد مسیح می آییم و زیر پاهای او سجده می آریم، او می گوید، ناوابسته از آن که در گذشته تو چی عملها را به جا آورده ای، ناوابسته از آن که در گذشته چی طور گناهکار بودی، فرزندی من، تو را بخشیدم. تو می توانی همه اش را از نو آغاز نمایی. شریعت محتاج های ما را معلوم می کند. وقتی که من به شریعت خدا دیده می دوزم، می بینم که در اصل من چی گونه هستم. من به این شریعت موافقت نمی کنم. وقتی که من نزد مسیح می آیم و به شریعت او نگاه می کنم، من آن وضعیت ها را می بینم که بی صبری ظاهر می نمودم. می بینم که چنان که باید می بودم، مهربان نبودم. وقتی که من نزد مسیح می آیم، پیش پاهای او سجده می آورم، این همان چیزی بود که داوود در زبور در نظر دارد. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.